اولین باری بود که از ایران میمدیم بیرون و اولین بازی تدارکاتیم بود از زمانی که شروع کرده بودیم به آماده سازی این تیم. بازی اولمون خیلی خوب نبود، ولی به نظر من بازی دوم بازی خیلی خوبی بود، 5-3 شد و در نهایت ما در ست پنجم 21-19 بازی رو واگذار کردیم که امتیازات پایانی. تو بازی سوم هم ما ترکیبی از بچه‌هایی که کمتر بازی کرده بودن رو گذاشتیم و بازم تو امتیازات خیلی نزدیک، فکر می‌کنم که 28-30 25-23 تو این امتیازات باختیم. تیم ایتالیا در مجموع از ما بهتر، در مجموع اون ست بازی از ما بهتر بود به دو دلیل، یکی اینکه میزبان بود، دومین دلیلی که در روزی اونا دارن خودشون برای مسابقات قهرمانی اروپا آماده میکردن، پیک آماده سازیشون زودتر شروع شده بود، ما الان تو فشار کار بدنی بودیم، ولی تجربه خیلی خوبی داشتیم از این مسابقات به خاطر اینکه اولین بازی بود. به لحاظ تجربه برای ما خیلی خوب بود، ولی خود من به لحاظ فیزیک تیم ایتالیا و شرایط بازیشون تو این شرایطی که 16 مونده به مسابقات جهانی از ما بهتر بود. امروز هم که تو مسابقات ایتالیا شرکت کردیم، بازی اول و صبح موفق شدیم، بازی دوم رو با ترنتونو بازی کردیم، اونم تو شرایط تقریبا میشه یکی برابر بودیم، 5-3 ست پایانی رو واگذار کردیم، 2-1 شد بازی. امروز بعد از اون که با تیمی از مجارستان بازی کردیم که بچه‌ها موفق شدن 3-0 بازی ببرن و ما ترکیب‌های مختلف رو گذاشتیم. الان دوره شرایطمون خوبه، فردا مسابقات پلی‌آفه، امیدوارم که بچه‌ها از این بازی‌هایی که تا الان انجام دادیم، 6 تا بازی که انجام دادیم، به یک جمع‌بندی و یک هماهنگی رسیده باشن که بتونیم دو تا بازی فردا سوبرزو بریم و پس فردا انشالله اگه سوب کنیم بازی فینال رو باید بازی کنیم یا رده بندی، باید فردا دو تا بازیمون رو انشالله موفق باشیم. به لحاظ تجربه به صورت طبیعیه، به لحاظ استرس بازی ها برای که انتخاب بشن اینا طبیعیه، ولی باید هر چه زودتر اینا رو از ذهن بازیکنامون خارج کنیم. مجموعه تیم ما داره این کار رو میکنه، ضمن اینکه آقای دکتر واعظ هم به عنوان روانشناس کنار تیم هستش، تیم مسائل کمک میکنه. الحمدلله آسیب دیدگی نداریم، تیم در صحت و سلامت کامل هستن و امیدوارم که از این بازی ها درس خوبی رو بگیریم. حدودا 5 ماه مونده قبل از مسابقات آسیایی و به یک نتیجه برسیم که انشالله برمیگردیم تهران با بازی های تدارکاتی بیشتر بچه ها رو تو شرایط مسابقه قرار بدیم. امیدوارم که هم ما هم شناخت کافی پیدا کرده باشیم به موقعیت بچه ها در شرایط سخت مسابقه و هم بچه ها بدون استرس بازی کنن. ما هدفمون از این مسابقات نتیجه نیست، هدفمون پیدا کردن نقاط ضعف و قوتمونه. یه سری نقاط ضعف داریم الان که باید برگردیم روش کار کنیم، انشالله که بتونیم برای مسابقات که از 24 مرداد تا 31 مرداد در ایران برگزار میشه اول بتونیم جواز حضور در مسابقات جهانی پیدا کنیم و بعدش انشالله بتونیم بهترین عمل کرد و تو اون مسابقات و تو مسابقات جهانی که سال آینده انشالله برگزار میشه داشته باشیم. ضمن اینکه به جز این مسئله ما بازیکنهای با کیفیت باید درست کنیم برای آینده والیبال کشور.